سرخط خبرها. به خاطر خودتونه، به خاطر ما نیست، به خاطر کشور ما از کرونا نجات پیدا کنه داداش. نگرانی از گسترش کرونا پس از بازگشت مسافران نوروزی. وزارت بهداشت ایران میگوید شیوع ویروس در چند استان کاهش یافته. با بیش از 85,000 مبتلای قطعی اسپانیا هم از رکورد چین گذشت. همزمان ژاپن نگران شیب رشد ابتلاست. وحشت بازار نفت از ویروس کرونا، قیمت نفت به پایین ترین حد در 18 سال گذشته رسید. و مربی جوان آلمانی با نرمش روحیه مقابله با کرونا را تقویت می کند. سلام دوباره. وزارت بهداشت ایران میگوید بعضی از استان‌ها از نقطه اوج ابتلا به کرونا عبور کردند، اما این نگرانی هست که بازگشت مسافران نوروزی از مناطق دارای ویروس باعث شدت شیوع شود. تازه ترین آمار رسمی از شناسایی بیش از 3,000 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته حکایت دارد. همچنین گفته شده که از دیروز 117 نفر جانشان را از دست دادند. در همین حال وزارت دفاع ایران از آغاز تولید انبوه کیت آزمایش کرونا خبر داده که به گفته مقام‌های این وزارتخانه می‌تواند در عرض 3 ساعت نتیجه آزمایش را مشخص کند. شبنم شعبانی گزارش می‌دهد. مهمان ناخوانده‌ای که تخمین زده می‌شود دست کم تا چند ماه دیگر قصد رفتن نداشته باشد. وزارت بهداشت ایران میگوید تا به حال بیش از 40,000 نفر مبتلا به کرونا شناسایی شده و بیش از 2,700 نفر هم جان باختند. اوج بیماری اما به گفته ای وزارت بهداشت هنوز در بعضی از نقاط کشور فرا نرسیده. هرچند بسیاری میگویند آمار واقعی بالاتر است. یک دلیل عمده‌اش در دسترس نبودن تست‌های کرونا به مقدار کافی بوده. حالا وزارت دفاع ایران میگوید تولید انبوه کیت‌های تست کرونا را آغاز کرده. کیت‌هایی که گفته شده در عرض 3 ساعت نتیجه آزمایش را مشخص می‌کنند، هرچند میزان کارایشان هنوز مشخص نیست. سومی که از صحت و دقت بسیار بالایی برخوردار هستند و این هم با اتقان بالای 98% در واقع به تایید مراجع مربوطه در وزارت بهداشت رسیده. معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت امروز گفت در استان‌های قم، گیلان، مازندران و مرکزی شمار مبتلایان رو به کاهش است. استان‌هایی که عمدتاً مقصد گردشگری بودند و با وجود هشدارها در تعطیلات نوروز هم به اجبار میزبان گردشگران ماندند. وزارت بهداشت اما نگران است که با نزدیک شدن به پایان تعطیلات نوروزی و بازگشت این مسافران، شهرهایشان شاهد اوج بیماری باشد. این روزها با شیوع بیماری کرونا ویروس کووید 19 مواجه هستیم و تلاش‌ها برای رویارویی با شیوع ویروس کرونا در جهان کماکان یک محور اصلی دارد: در خانه ماندن و کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری. الان اگه اجازه میدید بریم، اگه اجازه ندید برمیگردیم. در ایران هم تلاش‌ها برای فاصله گذاری اجتماعی تا حدودی از رفت و آمدها کاسته. گزارش شده حمل و نقل عمومی در پایتخت در روزهای گذشته 85% کاهش یافته. اما دو چالش عمده پیش پای اجرای طرح در خانه ماندن است. یکی شهروندانی که هنوز کرونا را جدی نگرفتند و زندگی روزانه‌شان را به آداب و ترتیب دوران پیش از کرونا ادامه می‌دهند. و دیگری نگرانی معیشتی بسیاری که نمی‌دانند اگر برای امرار معاش بیرون نروند چگونه باید خرج زندگیشان را در بیاورند. ایران برای مقابله با چالش اول به اجرای طرح‌های ضربتی رو آورده. پلیس میگوید تا کنون 5,000 برگه جریمه 500,000 تومانی برای رانندگان متخلفی که سفر غیر ضروری انجام دادند صادر کرده. سیاست‌هایی را اتخاذ کردیم که بیکاری گسترده رخ ندهد، کارگران در کارگاه ها بمانند. بنابراین 75,000 میلیارد تومان اعتبار با نرخ 12% برای حمایت از تولید، حفظ تولید و نگه داشته شدن کارگران در کارگاه های تولیدی در صنوفی که از این بیماری آسیب دیدند اختصاص یافت.
برای رویارویی با چالش دوم و نگه داشتن افراد با دغدغه های معیشتی در خانه نیاز به سیاست های حمایتی قوی است که با توجه به شرایط اقتصادی امروز ایران خود چالشی برای دولت است. شبنم شعبانی، بی بی سی. دکتر کامیار علایی، مدیر انستیتو جهانی بهداشت و حقوق انسان دانشگاه ایالتی نیویورک از همین شهر با ما هست. آقای دکتر، کشورهای مختلف در مورد اینکه چه زمانی به اون اوج شیوع کرونا میرسن صحبت‌های زیادی می‌کنن. در ایران هم در همین مورد در مورد برخی شهرها صحبت شده. چقدر قابل اعتماد هست این آمار؟ من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. متأسفانه آماری که وجود داره هنوز آمار درستی نیست. مثال ساده‌ش هم شما نگاه کنید به موارد مرگ و میری که در سه هفته گذشته توسط وزارت بهداشت گفته شده، اینها به صورت ثابت هستند، یعنی به صورت روند خطی دارند، در صورتی که روند رشد کرونا ویروس یک روند تصاعدی هست. وقتی که موارد جدید بیشتری گزارش میشه، به تبع باید موارد مرگ و میر بیشتری گزارش بشه. شما ایران رو با کشور مثل ایتالیا یا اسپانیا مقایسه کنید، وقتی که ایران قبل از اونها شروع کرده و به اندازه اونها هم قرنطینه رو درست اجرا نکرده، چطوری که در اونها رشد موارد جدید گزارش شده و موارد مرگ و میر تصاعدی افزایش پیدا کرده، اما در ایران همچنان این رشد خطی. بنابراین همین مسئله باعث میشه که یک اعداد کاذبی به در واقع افراد داده میشه. از طرف دیگه ما میدونیم که در زمان عید یک تعدادی جابجا شدن، از شهرهای بزرگ معمولا افراد به شهرهای کوچک میرن. پس به صورت کاذب تعداد افرادی که مراجعه میکنن نسبت به روزهای قبل از عید کاهش مختصری پیدا کرده، ولی این نباید به ما نشون بده که این وضعیت به پیکش رسیده و گذشته، بلکه این افراد وقتی که برمیگردن بعد از 13 به در باعث میشه که لود بیماری بیشتر بشه، چون اینا با علائم برمیگردن. و از طرف دیگه تون شهرهای کوچک رفتن، شهرهای کوچکی که قبلا تعداد تختهای خالی بیشتری داشتن، به خاطر مراجعه بیشتر همین شرایطی رو که در شهرهای بزرگ داشتن خواهند داشت. و در ایران ادعا شده که کیت تشخیص این ویروس رو هم وزارت دفاع تونسته بسازه. چقدر واقعا ساختن این کیت امکان داره؟ چقدر راحت هست و واقعا امکانش آیا برای کشورها هست که خودشون این رو بسازن؟ ببین، مهمترین مسئله در کیت میزان حساسیت و اختصاصی بودن کیت هست. به عنوان مثال شما نگاه کنید کشور فرانسه تعداد بسیار زیادی کیت از چین گرفت هفته گذشته، بعد که بررسی کردید دقتش فقط 30% هست و مجبور شد که همه اونها رو جمع کنه. مهمترین مسئله در کیت این هست که واقعا این میتونه تشخیص درست بده، میتونه به فردی که مبتلا هست بگه مبتلا هست، برای کسی که مبتلا نیست بگه مبتلا نیست. من در واقع اینجا درخواست میدم که از مرکز ملی تحقیقات در واقع سلامتی ایران اولین کیت ها رو راست‌آزمایی کنه و بررسی کنه قبل از اینکه اجرا کنه، چون خیلی مهمه. شما میخواهید بر اساس تست های این یک تصمیم کلان بهداشتی بگیرید و این خیلی مهمه. از طرف دیگه در مورد سیاست گذاری ما هنوز به یک در واقع اجماع قطعی نرسیدیم. یعنی اونجایی که میگفتیم شهر قم باید قرنطینه بشه، هدف این بود که ویروس از اون شهر به شهرهای دیگه نره، ولی قرنطینه نشد. حالا که تقریبا همه شهرهای ایران ویروس دارن، فقط بستن مرز بین شهرها موثر نیست، چون اون کسایی که ویروس داشتن وارد اون شهرها شدن، بلکه باید به افراد بگن از خونه هاشون بیرون نیان. شما دقیقا نگاه کنید در شهرهای دیگه که میگن اجتماع بیش از 2 نفر ممنوع هست یا کسی با از منزل بیرون نره. از طرف دیگه ما میگیم که در واقع پابلیک ترانسپورتیشن یا مترو باید اینا کنسل بشن. وقتی که تعدادشون کم بشه باعث میشه که اون جمعیت بیشتری وارد اون در واقع فضای محدود بشن و به جای اینکه این کار مشکل رو کمتر بکنه مشکل رو بیشتر میکنه. مشکلی که ما در نیویورک داشتیم که خیلی از افراد از خود مترو وقتی که دست میزدن به دیوار مترو یا وقتی که از آسانسور استفاده میکردن باعث ابتلا اونها شد. ممنونم از شما دکتر کامیار علایی از نیویورک. بعد از آمریکا و ایتالیا، شمار مبتلایان شناسایی شده در اسپانیا هم از چین پیشی گرفت. تا به حال بیش از 85,000 نفر مبتلا به کرونا در اسپانیا شناسایی شدند. در ژاپن هم افزایش مبتلایان نگرانی زیادی ایجاد کرده. از دیروز در توکیو 68 مورد ابتلا گزارش شده و آمار مبتلایان در این شهر به 430 نفر رسیده. مهرداد فرهمند نگاهی کرده به اثرات کرونا در گوشه و کنار جهان.
بچه های ژاپنی در خانه کمدین محبوبشان گل می‌گذارند که از کرونا جان باخته. This is my panda. This is my کن شیمورا. مرگ مشاهیر هشدار دهنده است. انتظار می‌رود نخست وزیر ژاپن دستور بستن مرزها را صادر کند. ترکیه هم یکی از مشاهیرش دچار کرونا شده. رشدی رچبر که زمانی بهترین دروازه‌بان اروپا لقب داشت. کشوری که گردشگران برای دخل و خرجش حیاتی‌اند، حالا نگران این است که تا کی می‌تواند قرنطینه را ادامه دهد. تصمیم گرفته‌اند با احتیاط درهایی را باز کنند. دروازه‌های داخلی به 14 شهر از سر گرفته شده، اما با تدابیر سخت. مسافران باید 4 ساعت زودتر در فرودگاه حاضر شوند، آزمایش شوند و برگه سلامت بگیرند. تاکسی ها در شهرهای بزرگ استانبول، آنکارا و ازمیر با طرح پلاک زوج و فرد اجازه یافتند هر روز نصفشان به خیابان ها برگردند. اما تجمعات بشری هنوز ممنوع است. پلیس در استانبول به خانه جوانانی ریخت که پارتی گرفته بودند. ویدیویش را هم در اینستاگرام گذاشته بودند. پارتی گرفتن جریمه سنگینی دارد. کرونا بلای جان حیوانات هم شده. در مصر و لبنان به یک بار شایعه‌ای بر سر زبان‌ها افتاده که حیوانات خانگی ویروس کرونا انتقال می‌دهند. عده‌ای هم شروع کردند به مسموم کردن این جانداران بی‌گناه. نه تنها فریاد حیوان دوستا در آمده که صلیب سرخ به زبان عربی پیام ویدیویی منتشر کرده که با حیوانها کاری نداشته باشید. فقط وقتی با آنها دست می‌زنید دستایتان را بشویید. حیوانات ویروس کرونا انتقال نمی‌دهند. مشاهیر عرب هم کارزار انتشار پیام ویدیویی در حمایت از حیوانها را انداختند. می‌گویند حیوانات به شما کرونا نمی‌دهند، محبت می‌دهند. مرتضی فرهمند، BBC. دکتر ناصر احمدی، متخصص قلب و عروق از گوتنبرگ سوئد با ما هست. آقای احمدی، کشورهای مختلف وقتی الان نگاه می‌کنیم در همین اروپا، بعضی کشورها مثل ایتالیا و اسپانیا می‌بینیم که تعداد مبتلایان هر روز بیشتر و بیشتر میشه، مرگ و میر هم بسیار بالاست، اما کشورهای دیگه مثل آلمان یا همین سوئد که شما درش هستین تعداد به نسبت کمتر هست. به ظاهر حداقل توانستن دولت کم و بیش کنترل بکنه. تفاوت‌ها چه است؟ چه سیاست‌هایی اینجا اثر گذاره؟ با سلام و درود بر شما و بینندگانتون، من در وهله اول یه مطلب رو عنوان بکنم. اونم اینه که ما الان در یک جنگ جهانی به سر میبریم، منتها از قوای متفقین هیچ خبری نیست. منظور من اینه که در یک همچین حالتی باید کشورهای قدرتمند جهان که تکنولوژی و علمشو دارن با هم متحد بشن و نیروهای علمیشون رو بذارن روی همدیگه و علیه همچین ویروسی با تمام قوا شروع کنن به جنگیدن. منتها متاسفانه همچین چیزی نیست و مشکلات عدیده هست که من وارد این بحث نمیشم چون خیلی طولانیه. در مورد سوال شما باید عرض کنم که اولا دو مطلب هست. یه مطلب اینه که یک صحبتی هست که میگن که این ویروس در یک مدار خاص جغرافیایی که ووهان رو به ایران و ایتالیا و اسپانیا و نیویورک وصل میکنه، یعنی در جایی که خشک است و در یعنی آب و هوای خشک و گرم داره بیشترین کشته‌ها رو میده. این صحبتی است که هنوز داره روش بحث میشه و در دانشگاه سیراکوزا و نیوجرسی روی این تئوری دارن صحبت میکنن. منتها در رابطه با سیاست کشورها رو میشه به دو گونه تقسیم کرد. کشورهایی که آتوریتر هستن مثل چین یا ایران و کشورهایی که دموکراتیک هستن و برخوردی که مردم با این کشورها رو میکنن به دو گونه میشه تقسیم کرد. مردمی که به حکومتاشون گوش میدن و مردمی که به حکومتاشون گوش نمیدن.
در رابطه با چین، خب یک کشور اتوریتر هست که مردم به حکومتش گوش میده. در مورد ایران حکومت اتوریتر داریم که مردم به حکومتش اعتماد نداره و گوش نمیده. در مورد کشور دموکراتیک، اگر ما به اصطلاح سوئد و نروژ رو مثال بیاریم، در اینجا دو سیاست گوناگون انتخاب کردن. در سوئد گفتن که ما سیستم اقتصادی رو نمیبندیم و این رو واگذار میکنیم که مردم خودشون این به اصطلاح سوشیال دیستانسینگ یا جدایی اجتماعی رو اجتماعی. بله. در مورد نروژ نه، گفتن نه ما همه جا رو میبندیم و به اصطلاح این ضربه اقتصادی رو میپذیریم. این خب مثل اینه که شما عرض کردم، مثل اینه که شما در یک کرانه در تایلند هستی و یک سونامی قرار بیاد، صاحب هتلتون بهتون میگه که برید بالای کوه، اگر به هتلش اعتماد نداشته باشه یا اگر به هتلش اعتماد داشته باشه که جلوی این سونامی رو میگیره، میگه برو با طبقه بالای پشت بوم هتل. سوئدیا به سیستم پزشکیشون تا حدی اعتقاد دارن و مردمشون هم مسئولانه برخورد میکنن، مردمش گوش میدن به راهنمایی هایی که سازمان بهداشت داخلی سوئد انجام میده و این مقررات رو رعایت میکنن. و سیاست در مورد آزمایش کردن و تست ها چه؟ چقدر اون تاثیر داره؟ تست هایی که ما داریم همونطور که همکار محترم من فرمودن چندان قابل اعتماد نیست، ولی تست های خوبی داره میاد، در راه هست، در چند هفته آینده شاید ما این تست ها رو بگیریم. البته تا ما تست بیشتر بگیریم و تعداد فوت شدگان رو به نسبت تعداد کسانی که این بیماری دارن اینا رو دقیق تر بسنجیم، خب مهمتر هست و ما میدونیم که به کی به این پیک رسیدیم، به اصطلاح این پیک این منحنی که ما هنوز بهش نرسیدیم متاسفانه. و منتها تستای خیلی دقیقی نیست همونطور که ایشون فرمودن. ممنونم از وقت شما دکتر ناصر احمدی، متخصص قلب و عروق از گوتمبرگ. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به مهمترین عناوین خبری روز. وزارت بهداشت ایران میگوید بعضی از استان‌ها نقطه اوج کرونا را پشت سر گذاشتند، اما بازگشت مسافران نوروزی میتواند شیوع ویروس را تشدید کند. بعد از آمریکا و ایتالیا، اسپانیا هم با بیش از 85,000 مبتلا از رکورد چین گذشت. با افزایش ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت عامه اعلام کرده که وضعیت در این کشور رو به وخامت است و احتمالاً تا دو هفته دیگر وارد مرحله جدی‌تر می‌شود. تا به حال ابتلای 141 نفر و مرگ 4 بیمار گزارش شده. ولایت هرات در غرب افغانستان و در همسایگی ایران شاهد بیشترین موارد ابتلا به این ویروس بوده، بیش از 100 مورد. به همین دلیل از پنجشنبه گذشته رفت و آمدها در آنجا محدود شده. محمد قاضی‌زاده گزارش می‌دهد. هرات هنوز وارد مرحله قرنطینه کامل نشده و در حالت قیود روزگردی به سر می‌برند. نگرانی‌ها اما اینجا در هرات که کانون کرونا در افغانستان خوانده میشه، با گذشت هر روز بیشتر میشه. تقریبا تمامی فروشگاه ها و بازارهایی که اشیای غیر ضروری عرضه می کنند و نهادهایی که خدمات غیر ضروری دارند در هرات بسته شده. این سو و آن سو تعداد موتر شخصی، تاکسی و سه‌چرخه دیده می شه. اما نیروهای امنیتی در برخی از جاده ها مانع گذاشتند تا جلو گشت و گذار غیر ضروری افراد بگیرند. مرز اسلام قلعه دوغارون بروی افغانهایی که به ایران می روند از سوی دولت ایران بسته شده. مرز اما بروی افغان‌هایی که از ایران به افغانستان می‌آیند همچنان باز است. موج عبور افغان‌ها از ایران به افغانستان از طریق اسلام قلعه به شدت گذشته نیست. مسئولان محلی میگن که حالا روزانه بین 1500 تا 2000 نفر وارد هرات می‌شوند. اداره هرات آمبولانس گفته که فقط 9 آمبولانس در اختیار دارد که در هیچ یک از اینها دستگاه تنفس مصنوعی وجود ندارد. اما این تنها مشکل نیست که جامعه طبی در هرات با آن روبروست. شماره از دکتران میگن که عده از مردم آنقدر نگران و مضطرب شدند که امکان دارد توان روانی و جسمی وقایه را از دست بدن. ولی تعداد زیاد از مردم مخصوصا در روستاها و ولسوالی ها آنقدر بی‌پروا هستند که واقعیت کرونا را هنوز باور ندارند. دکترها توصیه میکنند که حالت ایدئالی هست که به شدت مراقب باشیم، اما نباید اجازه بدهیم که ترس آنقدر بر ما غلبه کند که نتوانیم از خود و اعضای خانواده مراقبت کنیم.
توصیه اصلی دکترها در هرات و افغانستان این هست که در تجمعات مردم شرکت نکنند و اگر در محل مزدحم قرار دارند که فاصله بین افراد کم هست حتما باید از ماسک استفاده کنند. محمد قاضی‌زاده، بی بی سی، هرات. قیمت نفت در جهان به پایین‌ترین حد در 18 سال گذشته صعود کرده. کاهش تقاضای جهانی برای خرید نفت بعد از شیوع ویروس کرونا علت اصلی افت قیمت عمان شده. حالا نفت شاخص برنت کمی بیش از 23 دلار قیمت گذاری شده و قیمت دیگر انواع نفت در به زیر 20 دلار صعود کرده. ناتوانی تولید کنندگان نفت برای دستیابی به توافقی متناسب با شرایط جدید و تصمیم عربستان برای افزایش تولید اوضاع رو پیچیده تر کرده. ساعتی پیش از دالغا خاتون اوغلو، کارشناس انرژی در نشریه تخصصی Natural Gas World، پرسیدم دنیا یک ماه پیش چقدر انتظار این تحولات رو داشت. ما اصلا انتظار نداشتیم به میزان تقاضای جهانی نفت در همین سه ماه دوم سال تا این حد پایین بیفته. آژانس بین المللی انرژی گفته احتمالاً در سال 2020 تقاضای جهانی نفت 20%، یعنی 20 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا خواهد کرد. یعنی انتظار نمی‌رفت ویروس کرونا در این سطحی که در آمریکا، اروپا و دیگر کشورها شروع پیدا می‌کرد. هیچ کس این انتظار رو نداشت، اما ما می‌دونستیم که به هر حال این ویروس به شیوع پیدا خواهد کرد و تقاضای جهانی نفت هم کاهش پیدا خواهد کرد، چون یک چهارم انرژی مصرفی دنیا در بخش حمل و نقل هست، اما نه در این وسعتی که الان می‌بینیم. اما همزمان احتمالاً تولید هم کاهش پیدا خواهد کرد، چون بسیار شنیدیم که بعضی از کشورها تولید نفت درشون از این مبالغی که الان داریم از قیمت نفت می‌بینیم بیشتر در میاد هزینش. بله، دقیقاً اینجوری هست. شرکت مشاوره انرژی وود مکنزی در آخرین تحلیلی که همین هفته گذشته منتشر کرد میگه با قیمت‌های هولوهوش 35 دلار 5% از نفت تولیدی جهان زیانده هست. اما الان ما می‌بینیم که به هولوهوش 22 دلار نفت برنت امروز معامله می‌شد و این شرکت میگه اگر قیمت نفت هولوهوش 15 تا 20 دلار باشه تقریبا 20% از نفت تولیدی دنیا زیانده هست، صرفه اقتصادی نداره. اما ما بایستی در مورد کاهش تولید نفت به چند ماه آینده نگاه بکنیم، چون درست اینا زیانده هستن اما به این معنی نیست که درب چاه‌های نفتی میادین زیانده رو همین امروز بخوان ببندن. احتمالاً در ماه اکتبر دوباره کاهش تولید نفت در جهان خواهیم داشت، اون هم در مقیاس بسیار بالایی، شاید 15 تا 20 درصد از نفت تولید دنیا کاهش پیدا بکنه و قیمت‌های نفت دوباره شاید بتونه به 40 دلار نزدیک بشه. و این شرایط برای ایران به چه معنا خواهد بود؟ ایران یک کار بسیار عجیبی کرده، در حالی که ما آمارهای بین المللی رو داریم، مثلا آمارهای شرکت کپلر که حمل و نقل دریایی رو مانیتور میکنه، صادرات نفت ایران به 160 هزار بشکه در روز رسیده در ماه مارس. این در حالیه که ایران در بودجه صادرات روزانه 1 میلیون بشکه نفت رو اون هم با قیمت 50 دلار محاسبه کرده و گنجونده. حالا بایستی منتظر بمونیم که ببینیم آینده چی رو رقم خواهد زد. اما آنچه که مسلمه ایران با کسری شدید بودجه مواجه خواهد شد. هم تولید نفتش کاهش پیدا کرده، هم قیمت نفت ایران همیشه 3-4% کمتر از نفت برنته. الان قیمت نفت ایران هلوش 20 دلاره. 18 میلیارد و 250 میلیون دلار ایران انتظار داشت که صادرات نفت داشته باشه، اما شاید به 3 میلیارد دلار هم نرسه. تا
آقا خاتون‌اوغلو بود، کارشناس انرژی. اما چند خبر کوتاه. شرکت هواپیمایی ایزی جت که یک خط هوایی ارزان قیمت در اروپا اعلام کرده به خاطر شیوع ویروس کرونا تمام ناوگان هوایی خودش رو زمینگیر میکنه. این شرکت گفته مشخص نیست چه زمانی پروازهاش رو از سر بگیره. بحران کرونا و محدود شدن رفت و آمدها باعث کاهش شدید سفرهای هوایی شده. کارشناسان هشدار دادند که بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی برای بقا ممکن است نیاز به کمک دولتی داشته باشند. بنیاد خیریه آکسفام میگوید به 160 میلیارد دلار پول نیاز است تا از مرگ میلیون ها نفر به علت کرونا در کشورهای فقیر جلوگیری شود. به گفته این بنیاد، چالشی که این ویروس در کشورهای در حال توسعه ایجاد می کند بسیار بزرگتر از چالشی است که کشورهای ثروتمند با آن روبرو هستند. بنیاد آکسفام خواستار لغو بدهی ها و ارائه کمک های مستقیم به این کشورها شده. همچنین نسبت به خطر گسترش سریع کرونا در اردوگاه‌های آوارگان و محلات فقیرنشین به شدت ابراز نگرانی کرده. در نیوزیلند شمار بالای تماس گیرندگان با یک وبسایت پلیس باعث شده تا این سایت بارها از دسترس خارج شود. این سایت برای دریافت گزارش‌های مردمی درباره نقض مقررات جدید کاهش تردد و فعالیت عمومی به خاطر شیوع کرونا ایجاد شده. به گفته رئیس پلیس نیوزیلند از دیروز تا به حال بیش از 4000 گزارش به این سایت رسیده. مثلا یکی از گزارش‌ها برگزاری یک پارتی در یک اقامتگاه بین شهری بوده که در اون حدود 60 نفر شرکت کرده بودند. در آلمان شرایط قرنطینه 3 هفته تمدید شده. در این شرایط که حفظ روحیه سخت‌تر شده، یک جوان اهل هامبورگ میگه میخواد با ورزش روحیه ساکنان محله خودشون رو بالا ببره. گزارشی ببینیم از فریاکو. با پیتو سروانتز آشنا بشید، مربی ورزش 19 ساله اهل هامبورگ که در این شرایط سخت به دیگران روحیه میده. اون در خیابون مشغول ورزش و حرکات کششیه، حتی وقتی که برف میاد. برای ورزش کردن با پیتو و ابزار خاصی نیاز ندارید. هدف فقط اینه که حتی اگر در قرنطینه هستید شاد باشید و کمی هم فعالیت بدنی انجام بدید. یه بار دیدم یه عده توی بالکن خونه هاشون مهمونی گرفته بودن و فکر کردم چرا اینجوری ورزش نکنیم. اگر روزتون رو با ورزش و موسیقی و روحیه خوب شروع کنید، فضای تمام خیابون‌ها عوض میشه. پیام کار پیتو ساده است. 30 دقیقه در روز ورزش کنید تا روحیه‌تون در این روزها حفظ بشه و این دوران سخت رو همه اعضای جامعه یا محله در کنار هم سپری کنیم. فریا کول، BBC نیوز. روزهای سختیه برای به خصوص برای افراد برونگرا. مواظب خودتون باشید. ما همینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.